بر شما ایزان سروران یک فایل تصویری از احمد خمینی در اومد متعلق به سال 69 که داره برای فرماندهان سپاه و اینا برای حکم پدر ملعونش در باب سلمان رشدی بزرگ که درد و بلای سلمان رشدی بخور تو سر تمام دشمنانش خمینی مرد ولی سلمان رشدی همچنان زنده است این از این مدل تزهای حرفای کیا هستش خود این عزیزان شیحه اصنا حشری فکر کنم خامنه ای هم بمیره و سلمان رشدی بزرگ زنده بمونه همچنان یعنی منطق اینا اینه دیگه دیگه هر کی با آل سلمان رشدی در افتاد مثل خمینی مرد مثل خیلی از فرماندهان سپاه کشته شد میخوای از این منطق بگی من خودم این حرفا رو حرفای مبتزلی واقعا الان دارم قلم داد میکنم ولی این تز فکری این جماعت دیگه این فکری این جماعته که حالا ما میگه پنج سالی که به اینا نزدیک شدیم شاید یه کوچولو ادبیات اینا هم به ما سرایت کرده از این بابت بالا هم از هر چقدر از ادبیات مذهبی ها دور باشه بهتره در حال احمد خمینی مرد وقتی که اینجا داره میگه که بکشید سلمان رشدی رو احمد خمینی مرد سلمان رشدی زنده است سلمان رشدی زنده درد و بلاش بخورد تو سرتون درود به شرف سلمان رشدی که وایساد و مردانگی کرد و پای عقایدش، پای حرفای درستش ایستادگی کرد. دمشق. من سلمان رشدی رو از 14 سالگی کتابش رو خوندم. و حالا کتابش در حوزه بحث اسلام شناسی، رمانیه دیگه، شاخ نیست همچین. ولی همین که شما شیحیان اسنا حشری و شما تروریست های مذهبی رو سوزون، درود به شرف سلمان رشدی. دیدید دیگه من در اوج دفاع شما دیدم گه خوری سلمان رشدی رو کردید، چه جوری قشنگ هیکلتون رو قایوی کردم؟ این بحثیه که من میخوام بگم چقدر من علاقه دارم به سلمان رشدی بریم ببینیم که احمد خمینی در سال 69 چه شکرایی خورد و چه اتفاقی افتاد این کار برای زنده نگه داشتن حکم امامه این کار برای زنده نگه داشتن حکم امامه اما برای اجرا بچه های جهاد چیکار کردن جهاد این سنگرسازان بی سنگر چه فرقی میکنه جنگ با عراق که شما این همه شهید دادی همین میگه آقا رفتین جنگ عراق همه شهید دادی چیکار کردی برای حکم امام باشید برید بکوشید سرمون رشید حالا بعد در ادامه میگه برید اروپا بمب کنید نام جلسهشون هم جالب سمینار تبیین حکم تاریخی حضرت امام تو خدا یارو نشسته یه یا عقب افتاده مذهبی به اسم خمینی آقا سرمورشتی یه کتاب نوشته قلات کرده که نوشته نقد کرده به ما بکشید هی! چه حکمه تاریخی بوده واقعا ببین واقعا امام این کاری که کرده هر کسی نمیتونه یعنی اصلا نیست تو جامعه مثلا شما سابکارت اگه یه دو تا نظرت مخالف سابکارت باشه سابکارت باید بد بشه نه ها خمینی بلده خیلی هنرم کرده اینکه یکی نظر مخالفشو گفته گفته بکشید واقعا حکم تاریخیه عجب دیدی این چه کمکی کرد به مردم ایران در راستای مثلا اقتصادشون در راستای کرامت انسانیشون به مخالف میگه مخالف رو برید بکشید نه باش حرف بزنید بکشید نه برید مثلا ببینید دردش چیه بکشید واقعا حکم تاریخی داره اما واقعا شما میدونید اگر سلمان رشدی رو بکشید از صد سال کار فرهنگی اثرش بیشتر هست کشتن اثرش از کار فرهنگی بیشتره نظریات احمد خمینی طله خمینی اینا نظریات طوله خمینیه کشتن آقا وقتی بس تعجب نیست مملکت به اینجا رسیده اینا صحبت های سال 69ه ما الان در 402 این اگر مملکت ما به اینجا به این بی اخلاقی اجتماعی نمی رسید ما باید تعجب میکردیم وقتی که سران این مملکت نظریاتشون اینه کشتن کارش اثرش از کار فرهنگی 100 سال کار فرهنگی بیشتره چقدر واقعا اسلام نابه چقدر رحمانیه خاک تو سرتون که شما معارف اسلامی رو مثل امیدانه نمیفهمید نشستید پای برنامه من دید بابا بهش یه خود هیئتون متقی پای برنامه امیدانه چرا نشستید نگاه کنید اسلام تو رو به کرامت انسانی میرسونه بکش از 100 سال کار فرهنگی هم ارزشش بیشتره شما میدونید اگر سلمان رشدی رو بکشید هزاران جلد کتاب بنویسن که مرتد چیه فطری ملیه این حرفا رو که همه بلدن دیگه اینجا زدن نمیخواد اینجا باید بچه جهادی دستش تو دست بچه سپاهی بذاره دستش تو دست بچه بچه اطلاعاتی بذاره دستش تو دست بچه های کمیته بذاره کمیته یا همینجور نشستن از چهار نفر اینجا حفاظت میکنن اینکه دیگه اجازه نمیخواد امام که گفته رهبر معظم انقلاب فعلی هم که گفته وقتی این دو نفر گفتن دیگه دولت رو نمیخواد که شما ها نشستید ببینید اجازه میده یا نه یه کوچولو فکر کنم تیکه انداخت به دولت رفسنجانی نه آره دیگه نه به دولت سال 69 خامنه ای رو کار بود دیگه نه یا نه رفسنجانی بود تیکه انداخت به رفسنجانی نیاز به اجازه دولت نمیخواد چون خمینی که مرده خامنه ای رهبره بله 69 رفسنجانی تیکه انداخت به رفسنجانی گو اجازه دولت دیگه نمیخواد برید بکشید ای خیلی نکته مهمی انگا آقا این که میگه میگی تعریف میکنید مثلا مرتد فطری و مرتد ملی چیه اینا که همه میدونیم این یه انگوش وسطیه به شما آقای خان محمدی در ستاد امر به معروفش به شما بچه معصبی که هر روز داری توضیح میدی امیدانه حکمش ارتداد هست یا نه یا تهدید میکنی داره به شما میگه گه نخورید یک نفر یه کسی معلومه که مرتد مثل امیدانا هر روز نمیگن که مرتده به جای گوه خوری پاشید بیایید امیدانا رو بکشید یعنی داره به شماها اینجوری میگه تو اینا میام میگم امید میدونی تو حکم در ارتداده عیزا من الان نه من 22 سال پیش میدونستم اون تو نمیخواد بگی که تو اگه میتونی بیا بکش دیگه حالا هم میگه تعریف نکنی نه را همه میدونن آقا همه میدونن امید دارم مرتده جرعتشو داری شهامتشو داری پاشو بیا بکش <applause> شما اگر بخواهید انقلابتون در دنیا به عنوان مرکز سقل تمامی های دنیا باشه مرکز سقل تمامی انقلاب های دنیا باشه باید این رو بکشید ببین خیلی حرف مهم میزنه میگه شما اگر میخواید انقلابتون مرکز سقل تمامی انقلاب ها مثلا دیندار ها تمامی دنیا کلا در رأس کل دنیا باشیم باید برویم به سمت اقتصاد باید تولید ملی داشته باشیم. باید تولیدات ما به مانند اپل به مانند حالا اون موقع که اپل نبوده به مانند سونی به مانند مسائل دیگر سامسونگ و غیره برند جهانی باشه نه نه اینو نگفت شوخی کردم شنیدید دیگه دارم خودم میگم میگه میکر اگه شما میخواید حکومتتون در رأس سقل عالم باشه تلمان روشنی رو باید بکشی نه اینکه بری کشور از نظر اقتصادی قوی کنی نه اینکه مردم ایران رفاهشون انقدر باشه که مردم اروپا انگوش بده میگن آقا چجوری ما میتونیم پاسپورت ایران رو بگیریم بریم ایران زندگی کنیم من میخوام برم ایران بعد از این کشورهای سرد اروپایی مهاجرت کنن مردم قاچاقی خوشون رو برزن مرز ایران بعد التماس کنن تو ایران زندگی کنن اینا رو نمیگه میگه اگر میخواید آقای دنیا بشید برید یک نویسنده رو بکشید عقب افتادای مسخره برای همین دارم فشکشتون میکنم دوستان این برنامه رو پخش کنید بعد میشینن تو کلاب ها و سوق جاهای دیگه با هم دیگه هی مزخرف تفت میدن بعد اون رضا پهلوی شوت میگه آقا نرید مسئله مذهبی رو نقد کنید و نگاه کنید تو رو خود اون دیگه چه شوتیه تو واشنگتن نشسته تو رو خدا تو رو خدا مسئله اسلامی رو نقد نکنید خفه شو بابا باوری که اینا دارن خطرناک یکی دوتا نیستن یازده میلیونن امروز بعد به این بچه مذهبی من مطمئنم بالاخره اینا یه بخششون ایرانی هن انقدر باید بگیم که آقا این اسلامی کسافت نگاه کن چه منطقی پشتشه دنیا رو آدم با کار اقتصادی و غیره و اینا با کشتن یک نویسنده ببین ای شما همین روسیه رو نگاه کنید در طول تاریخ روسیه مثلا در دوران تزارهای خودش دو تا خاندان بزرگ مثلا همیشه چیزش کردن دیگه دو تا خاندان بزرگ روس مثلا اینا چند. در تمام تاریخ روسیه شما همیشه قدرت نظامی رو داشته ولی چون مردمش راضی نبودن مردمش رعیت بودن برای همین هم لنین اومد حالا فضای جامعه می که اشتراکی بشه و غیر و اینا کاری نداری مردمش همیشه فقیر بودن مردم کرامت انسانی نشه برای همین روسیه هیچ وقت در دنیا با توجه به مساحتی که داره از این ور اروپا از اون ور تا آلاسکا با توجه به این مساحت بزرگ و با, هم با توجه به این همه فتوحات نظامیش هیچ وقت شما در دنیا روسیه رو به عنوان کشور با شخصیت خودشون هم نمیشناسن. کشوری که بگی آقا مثلا اجناسش خیلی عالیه آقا ما بریم مثلا الان گوشی روسی بخریم نمیری بابا با توجه به مساحتی که داره اینا روسیه بعد آقای دنیا باشه ولی برای که مردمش هیچ وقت در رفاه نبودن روسیه جایگاه جدی نگرفت این خیلی مهمه روسیه هم همیشه اینجوری فکر میکرد فتوحات از بیرون گروه بابای سرکوب در داخل این نمیشه و اگه مردم رفاه نداشته باشن هر چقدر فتوحات بیرونی داشته باشه فایده نداره ما اگه حقا من نشیان افتخار میکنیم برای که هم فتوحات بیرونی داشتن و هم مردم در رفاه بودن و این نظریات این اقعه اونام تا در میگه بکشید کشورمون بره در مرکز سقل عالم نمیگه که آقا جان تولید بکنید اقتصاد قوی بشه که برید علم تولید کنید دانش بنیان باشید که ما بریم مرکز سقل عالم میگه آدم بکشی اونم کی نه یه نظامی حالا مثلا پمپه و اینا دستور قتل یه جنرال رو داره اون خیلی فرق داره تا اینکه یه نویسنده رو بکشی و این و این چیزی است که باید بچه های اطلاعات به امام جواب بدن. وزارت اطلاعات باید به امام جواب بده وزارت اطلاعات نباید به امام جواب بده که امنیت داخل ایران ها مثلا تامین کرده که یارو منافق نیاد مثلا سیاد شیرازی رو اینجوری ترور کنه نه و جواب بده چرا نتونسته بده آدم بکشه در بیرون از مرزهای ایران اونم یک نویسنده نظریات طوله خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شما پاسدار انقلاب اسلامی هستید به پیغمبرتون حمله شده نشستید اینجا که بهتون اجازه بدن برید خارج یا نه؟ سک شاشی تو حلقه محمدت کور باباش که بیه میشده شده مریضی؟ امروز که مردم ایران همه دارن فوشش میدن که چه غلطی میخوای بکنی؟ تو فکر میکنی وزارت اطلاعاتی که الان داری بهشون میگی که آقا یک نویسنده در انگلیس به ممل ما تو این کرده چرا نمیدید بکشید؟ فکر میکنی در ایران وزارت اطلاعات نمیدونست ما قرآن آتیک زدیم نمیدونست ما هممون داریم صبح تا شب آلت های تناسلی رو تو حلق اهل بیتت میکنیم توشون میشاشیم اینا رو نمیدونست؟ میدونست تعدادمون بالا چیکار میخواد بکنه؟ من اعدام کنه اون اعدام کنه اصلا بیا ترور کنه یه دونه من ترور کنه ببین چه سر صدایی میشه چند نفر میخوای ترور کنی وقتی تعداد بالاست بعدم ترس امپراتوری ترس شما هم ریخته دیگه امیدانا که مثلا یه آدم مثلا ناشناخته ای نیست تو خود اون موقع هم ناشناخته بودیم البته تو خیلی از بخشا ولی تعداد بالا بودش ما رو 22 نفرمون رو دستگیر کردن دیدن 22 نفرمون صبح تا شب تو که توهین چیه رسما به هفت روش سامورایی جلو عقب اهل بیت تو یکی کردیم خب چیکار میخواد بکنه ببین مملکتی که یه روز میگفت سلمان رشدی رو در انگلیس به خاطر توهین بکشیم؟ چه اتفاقی افتاد کارما رو دیدید در ایران اون موقع که ایشون داره این حرفا رو میزنه بنده 6 سالم بوده بنده شش سالم بوده که اینجا این داره این صحبت رو میکنه کارما دیدی چیکار کرد چند تا تو امید دانا تولید کرده اصلا امید دانا تولید اکثریت دارن میشن امید دانه ها تو ایران چند نفر امروز اسلام رو رد میکنن جک میسازن با اهل بیت بی شرفت این کار درود به شرفت سلمان رشدی اینا اومدن تو رو تهدید کردن کارما دهن خودشون رو سرویس کرد هزاران که چه ارز کنم نه ده نه صد نه هزار میلیون ها سلمان رشدی یا حداقل با تفکرات سلمان رشدی در ایران دارن زندگی میکنن چه غلطی حالا میخوای بکنی <تصحیح> 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 برید کتاب ها رو منفجر کنید <تصحیح> میگه به کتابخونه های اروپا رو منفجر کنید نمیخوای رسما اینجا داره میگه آقا من جمهوری اسلامی تروریستم چطور شد شماها وقتی میگفتن که ما چند نفر رو مین بره شهید خواهیم بشن شما یه مرتبه همه با هم ایمدید جلو آقای جمی آمد به امام گفت گفت من در جلوی 300 نفر بودم گفتیم طالب شهادت خواهیم ده نفر بیان 300 نفر اومدن جلو این فقط اون موقعی بود که امام بود خب شما را بیفتید کتاب ها را آتیش بزنید سفارتخونه ها رو آتیش بزنید خودتون هم ممکنه صدمه ببینید مگه در جنگ خودتون صدمه نمیدیدید مگه شما که میخواستید یه تپه بگیرید اینجور نبود که 400 500 نفر آیا احمد خمینی گوینده خلاص یعنی اول با خودش انجام بده تو چرا تو هم صدم صدام تو پاشو برو آتیش بزن چرا بقیه شیر میکنید ما هفته پیشی پسر بود توی معشد ما رو تهدید کرده بود یقش کردی بعد اومد نشو که من کار دینی میکردم خواستم بقیه رو تحریک کنم علی ایشون که موفق شدم نه دیگه چرا شما همش همدیگه رو میخواید تحریک کنید چرا هیچ کدوم شما حکم اسلامتون رو خودتون اجرا نمیکنید اگه اعتقاد به کشتن داری بیا بکش چرا تو همش بخواید به همدیگه پاسکاری میکنید شما بگه همهتون ببخشید میدونید ترسوید همدیگه رو تحریک میکنید چرا بقیه واسه این بنده خدا که عقب افتاده که ما تو این جزیره داریم بقیه ها این بنده خدا رو تحریک میکردن این هم خب یه قرار اسکل دیگه با پنجاه سال سن زنش ولش کرده دختراش ولش کردن تنهاست فشار زندگی خوبی نداره بعد اینا فکر می‌کنن همینجوری بچه‌بازیه هیچ کم طلبش محبت نکرد و چهار تا آیدی فیک و اینا گفتن آقای فلانی علی خواجه برو یه حرکتی بزن تو قهرمان ما این تفلک هم فکر میکرد قهرمان مثلا بره مثلا برای این چارت آیدی فکر بشه یه دستی بزنه من 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 فلان میکنم شیرش کردن طفلک و من شیر شد با این همین دیوونگیش دید نه آقا سنبه ما پرزور دادگاه فلان پلیس دستگیرش کرد تو یه دونه دادگاه فعلا شکست خورده الان دیگه تحریکش میکنم میگه نه من با امید دانا کاری ندارم از نه من حقوقی با امید دانا مبارزه میکنم نه ایز من چوب تو آسینه نکرده بودم که تو اینو نمیگفت دیگه بس همینه اینا همه همدیگر تحریک میکنن گوینده خلاص اول از همه من اگه به مردم میگم آقا جان جنبش اسلام ستیزی اول خودم اگه به مردم میگم امروز ما راهی نداریم جز این من تو پنج بار تو ایران زندان بودم همین الانم هم تو خط مقدمم اگر میگم محرم شرابی اول از همه خودم باید بیام مشروب رو بخورم بعد به مردم بگم که آقا من الان جوره به عشق مرگ حسین مشروب میخورم شما رو دعوت میکنم به محرم شرابی بعد انتظار داشته از بقیه گوینده خودش اول نه اینکه آقای احمد خمینی خب به بقیه بگی نترسید از جونتون برید کتاب خونه آتیش بزنید فلان کنید سفارت خونه آتیش بزنید بله شاید هم آسیب ببینید ولی خب ببینید خب خودت برو بکن برو به بقیه رو تشویق میکنی شهید میشدید تا تپه کل قندی رو مثلا در ایلام بگیرید مگه اونجا چی چی بود حالا شما 300 400 نفر شهید بشید ببینید میتونید اینو بکشید میتونید اروپا با رو هم بزنید یا نه میتونی اروپا رو به هم بزنی یا نه رسما داره دستور تروریستی در خاک اروپا میده از امروز مدافعان جمهوری اسلامی در اروپا بنابر همین صحبت های آیه احمد خمینی دارن کار تروریستی میکنن انا همین بنده خدایی که تو این جزیره است گفته من با ستاد امر به معروف کار میکنم که در این مورد هم ازشون یه شکایتی کردیم این داره کار تروریستی میکنه آیا احمد خمینی میگه اینا از کسانی ای که اسلام هستن در دفاع از جمهوری اسلامی دارن کار تروریستی میکنن چون تشویقشون میکنه ما باید گله کنیم از بچه های اطلاعات از بچه های سپاه از بچه های کمیته از بچه های جهاد این نهادهای های انقلاب فلا ما که توقع نداریم در این قصه وزارت بازرگانی اقدام کنه یا وزارت کشاورزی اقدام کنه یا خب این, وا... این مال بخش بعدیه این واقعیت این جماعت تروریست بتون برم مسائلم روشنه فکر میکنم صحبت های احمد خمینی هم به وضوح روشن بود جمهوری اسلامی حکومت تروریستیه وقتی که آ تو نمیدونستی پس دفاع کرد چرا؟ به خاطر اپوزیسیون فشل اینا خواستی ماهیت جمهوری اسلامی رو از تروریستی بودن و اسلامی بودن عوض بکنیم اینو من همیشه در هر جایی هم در اروپا دستگاه امنیتی اینا پرسید داری چی کار گفتم آقا ما زورمون به اینا نمیرسه میخوایم محتواشون رو عوض کنیم همیشه گفتم. علنی بوده نگاه های من همیشه علنی بوده که میخوایم اینا رو یه مقدار چنجشون بکنیم در راستای وطن پرستی خودمون اینا یه مقدار مدارا بکنن با مردم این حکومت در ذات تروریسته احمد و خمینی تروریسته آقای خامنه ای هم اگر نمیاد این حرفا رو محکوم نمیکنه تروریسته همشون تروریستن ببین این نگاه نگاه خیلی خطرناکیه نویسنده رو برید بکشید بعد میگه که ایران رو ما بکنیم مرکز سقل عالم نه در راستای اینکه تولید داشته باشیم مثل اپل و سامسونگ در راسته اینکه ما رو تو دنیا به عنوان سقل عالم بشناسن که ما آدم کشیم توف به شرفتون که آبروی ایران و ایرانی رو اینجوری بردی فقط اون بخش از تند مذهبی حالا در اون گفتمان خودشون من ببرتم شما داعش رو فش میدید طالبان رو فش میدید فرقتون الان این صحبت ها فرقش با آقای ابوبکر بغدادی چیست یادتونه بهتون گفتن اسلام واقعی یعنی داعش هم بالا غیرت بشین تو خلوتت بشین فکر کن دیگه گور بابای امید دانا ای تو خلوتت بشین فکر کن دیگه خدایش تو همون درون گفتمان اسلامیتون اون بقیه اسلام واقعی نیستن ما هستیم این حرفای آقای احمد خمینی در کجا در اون منظومه در حقیقت تفکری شما قرار میگیره کجاش قرار میگیره این حرفا رو تروریستی میدونی یا نمیدونی آینده ایران و بدون اگر هم تروریسی دونستی یادت باشه که محمد تو هم اینا رو گفت علی تو اجراش کرد Ayende iken